تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. آیه 3 و 5 از سوره بقره. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود يعني الذين كفروا من اهل الكتاب، یعنی کفار از اهل کتاب، ما یبد دوست ندارن و همچنین مشرکین هم دوست ندارن، یعنی نه یهودی ها و مسیحی ها، نه مشرکین و بت پرست ها، هیچ کدوم دوست ندارن. چی دوست ندارن؟ دوست ندارن ان ينزل عليكم من خير، دوست ندارن هیچ خیری به شما برسه. مسلمون ها اونا ناراحتن که به شما خیر برسه، محاصره اقتصادی میکنن به شما خیر نرسه، اگر خودتون رشد علمی کردید عصبانی میشن که به شما خیر نرسه، اگر اونه با هم متحدید ایجاد تفرقه میکنن که به شما خیر نرسه، اختراعاتشون نشون شما نمیدن، ابتکاراتشون نشون شما نمیدن، اما عکس سکس و هرچی بخوای بد میدن. هر چیزی از ماهواره، اینترنت، هر وسیله‌ای که جوانها رو خواب کنه در اختیار مجانی، اما هر چیزی که جوانها رو بیدار کنه ناراحتن، هم نمیذارن بیدارشن و اگر هم خودشون هم بیدار شدن عصبانی میشن. این آیه عمق کینه مخالفین رو میگه، میگه بدونید دشمنشن. این آیه مال دشمنشناسیه، این آیه مال روانشناسی دشمنه. ما یبد الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین، نه اهل کتاب نه مشرکین ما یبد دوست ندارن ان ينزل علیکم من خیرن، که هیچ خیر و نیکی از طرف پروردگار به شما نازل شه. والله یختص، ولی خدا کار به اون نداره، حالا شما بخواهی نخواهی، خداوند والله یختص به رحمته من یشاء، خدا هر کس رو بخواد با لطف خودش بش میده. دل حسودم هر چی میخواد قصه بخوره. خداوند نمیاد با شما میشن که من میخوام یه خیری به ایشو بدم، صلاح میدونی صلاح نمیدونی، تو قصه نمیخوری. خداوند طبق لطف خودش و حکمت خودش افراد رو انتخاب بکنه، نعمت ها بهشو میده. اینا ناراحت بودن که چرا پیغمبر اسلام عربه، پیغمبر اسلام از نژاد بنی اسرائیل نیست، چرا مکتبش جهانگیره، چرا همه قبیله ها و همه ادیان را به اسلام دعوت میکنه، چرا با خرافات مبارزه میکنه، چرا زندگی اشرافیت رو لغو قلمداد میکنه. یه پیغمبری بچه یتیمی بیاد درس نخونده، طرح بین المللی جهانی برای در طول تاریخ داشته بشه و نجاتش هم نجات عرب باشه، عصبانی هست، میگه عصبانی باش. یا آیه داریم تو قرآن میگه بمیر، موتو موتو یعنی بمیرید، به غیظ کن از غیظ بمیر. خدا که حکمتشو به خاطر تنگ نظری شما از دست نمیدی که. والله یختص به رحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم، فضل خدا بزرگه، به هر که بخواد میده. امروز خدا خواسته قدرت دست این باشه، حالا این باباشکیه عموشکیه فقیرزاده هست، یتیمه، نمیدونم سنش کمه، گاهی خداوند اراده میکنه یک لطفی به کسی بکنه، گاهی شنای تبست رو وادار میکنه آمریکا رو بشکنه، انسان ها همه مبهوت میشن، گاهی یه هدهد دو تا سفر میده یک کشور مسلمون میشه، ما این همه جا رفتیم هنوی هم مزرعه مسلمون شدن، گاهی یه کلاغ میاد یه چیزی زیر خاک میکنه نسل بشر دفن مرده رو یاد میگیره، معلم کل بشر یه کلاغ میشه، گاهی یه تار عنکبوت میاد پیغمبر رو تو غار حفظ میکنه، این همه سنگ ها یه سفت و اینها هست ولی تار عنکبوت میاد پیغمبر رو حفظ میکنه. و ما چه؟ ما که نباید خدایی یاد خدا بدیم، ما باید بندگی خودمون رو بکنیم. گیر ما اینه که بندگی خودمون رو فراموش کنیم، خدایی یاد خدا میدیم، میگیم خدایی ببین همچنش کن همچنش کن همچنش کن همچنش کن. ما باید بنده باشیم، خدا هم خدایی خودشو بکنه. خب
حالا میگه که توکل به خدا کنید، از کینه و حسادت دشمن نترسید. تو قرآن که اینجا میگه ما یود دوست ندارن، ود یعنی دوست داشتن، ود اما مودت هم میگن مودت، ود مودت، ود یود دو، اینا همش تو قرآن ریشه شده محبته. تو قرآن چند تا ودو داریم، ودو لو تکفرون کما کفرون، دوست دارن شما کافر بشید، نمیخوان شما مسلمان بشید. ودو لو تدهن، دوست دارن شما سازش کنید. ودو معاندتم، دوست دارن شما به دردسر بیفتید، محتاج بشید. ودت طائفتم من اهل الكتاب لو یضلونکم، دوست دارن شما رو منحرف کنن. ودت الذین کفروا لو تغفلون، دوست دارن شما غافل بشید. یعنی دشمن برای ما چند تا ودو داریم، ود اینا همه ودو 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 ودو، یعنی دوست دارن. ودو لو تکفرون، دوست دارن برای شما کفر. ودو لو یضلون، دوست دارن شما رو برای شما اضلال گمراهی. ودو معانتون، دوست دارن برای شما عنت دردسر و به دردسر افتادن و محتاج شدن. ودو لو تغفلون، دوست دارن شما غافل بشید. ودو لو یضلون، دشمن برای شما اینا رو دوست داره، اینا که دوست داره انحراف و دردسر و بدبختی و سازش رو دوست داره. اونی که دوست نداره ما یودو، دوست نداره که چی؟ دوست ندارن ان ینزل علیکم من خیر، دردسر خوشش میاد اما خیر رو دوست نداره به شما برسه. ولی خب اصلا حسادت حسود هیچ اثری در اراده خدا نداره. خب از این آیه 35 هم بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله.